You better love me. از بریم سراغ آنباکسینگشون. همونجور که میبینید دو تا ما اینجا اپل واچ داریم، اپل واچ سری SE و یکیشون مشکیه 44 میلیمتریه و اون یکی گولد 40 میلیمتریه بخش. و اینکه دو تاست و چون مشابه همن فقط اندازه‌شون فرق کنه، من یکیشون رو براتون آنباکس میکنم و اونم همین مشکیشه که اگه دوربین فوکوس کنه بله مشکیشه که همونجور که ببینید ظاهری قضیه یه اپل یه واچ چیز نوشته اونجاش، این چیزش که ببینید هنوز من نکندم، نوشته های خودش که همونجور که ببینید فوکوس کنه بله SE اسپیس گری آلومینیومیه و با بند اسپورته و نوشته هاشون اینا که ما کاری بهش نداریم و پس خلاصه این میره کنار این گوشه و ما میریم سراغ این که آنباکسش کنیم. اول اصلا ببینیم که یه این چیزش هست جوش که باید بگیریم بازش کنیم، گرمش بالا به به چه حس خوبی اینش باز کردیم باز شد همه چیش برش خودش اگه اشتباه نکنم این دوور این برش اگه بیاد حالا این شکل و اینجاش رو باید بگیریم اینجوری و اینکه و همش میبینید خود ساعت اینجاست و بندش داخلشو که میبینید همون جعبه توش خیلی باحاله، مدل های مختلف، معنی های مختلف، رنگ های مختلف اپل واچه که خب حالا ما با این کاری نداریم. حالا میریم سراغ بندش، نه خودش بندش ببینیم از کجا ما میشه، از اینجا بله. خب بندشو از اینجا بگیریم بازش کنیم و بله از اینجا با میشه. خب دست دیگه بندش بله چی واقعا دست رول عمل داره، چیز دیگه تو جعبش نیست، همین فقط و اینش هم مهم نیست. دوباره بندشو میرم میبینیم چه بوی نوعی میده، اینجا بوشو حس میکنه. خب اینجوری که من دارم میبینم مثل اینکه دو تا بنده، نه شاید آها یه بنده ولی یه بنده اگه دو میفوکس کنه بله این یه بنده ولی اینا برای این دوتان که این مثلا اگه موشتون بزرگتر باشه اینو میتونی بندازین، اگه موشتون کوچیکتر باشه اینو میتونی بندازین که خیلی ایده خوشمندانه بوده از شرکت اپل که بجای اینکه هزار تا سوراخ بزنه اینجا دو تا بند گذاشته و خب این طبیعتاً اپل دیگه بالاخره. اینو میذارم کنار، حالا بندش رو براتون باز نمی‌کنم چون حالا دیدنی نداره نظر خودم و فکر کنم که آخرش که کلا همشو اسمبل کردم خب بندش هم می‌بینید. بذار من اینا رو ببرم کنار. خب همونجور که می‌بینید این خود ساعتشه، یه درش همونجور که آسانسوریه مثل موبایل ها و کلن پروژکت های مختلف اپل وا میکنیم، تو درش هیچی نیست، خود ساعت و بله همونجور که میبینید بزنیم اینجا چی داره. خب اینجا شارژر ساعت رو داره، یه شارژر مگنتیکه و بله شارژرش رو باید باز کنم، شارژر مگنتیکه و USB تایپ C USB تایپ C هستش و اینکه بذاریم براتون بیارم بیرون بله سرش که میبینید تایپ C هست، دوربین فوکوس کنه بله و
و اینجاش هم مثل مگنتیکه، مثل ساعت خودم، مثل ساعت سامسونگ میمونه که چی میگم، به قول معروف اینجاش مگنتیکه. حالا این ساعت به قول معروف برای پدر و مادرم هستش، حالا خریدم، ولی خب حالا کار به اون نداریم، ولی اینجاش هم همونجور مگنتیکه. و داریم سراغ خود واچش. به به چقدر خوشگله این، چقدر وزنش سنگینه. همونجوری که میبیند بریم از کجا ساتیم برش گوش کنیم ASMR. واو خیلی باحاله. ببینیم که روشن میشه، شارژ داره یا نداره. امیدوارم که شارژ داشته باشه. بزن ببینیم. نه فکر کنم که شارژ نداره و باید بزنیمش به شارژ. بریم که ببینیم انیمیشنه که وقتیش به شارژ میزنیش چجوریه. خب همونجوری که میبینید زنمش به شارژ و اینکه الان میگه که کلا ستاپش باید بکنین، آیفون رو باید بیارین نزدیکش درست کنین، چون حالا پروسش طولانیه و خب طبیعتاً تو یوتیوب ویدیوهای دیگه هستش که چجوری اوکی درستش کنید. من اونجاش براتون فیلم نمیگیرم، برای اینکه خب کلا میخوام سریع باشه آنباکسش و اینکه اسمبلش میکنم، بندشو وصل میکنم، کلش که تمام شد آخرش میارم بهتون نشون میدم. همونجوری که میبینی، حالا ببخشید من میدونم گفتم که برم اسمبلش کنم، ولی بندشو بستم بهتون نشون بدم چجوریه. اینجوری میشه با بند روی دست آدم و این دکمه های پشتشه. حالا من بند بزرگترشو بستم دیگه، چون حالا بالاخره گوشم بزرگتره، ولی بریم درستش کنیم، درست شدنش بیارم بهتون نشون بدم. خب گایز آقا ما رفتیم روشنش کردیم و کاراشو کردیم، خیلی زیاد بهش طول کشید و خب حالا همونجوری که میبینید کاستومایزش که کردیم، این ساعتشه، کلاکشه و وقتی که این دکمه رو میزنی شما میبری تو قسمت اپ هاش که حالا هزار سابقه و معروف اپ مختلف میتونی درست کنی. مثلا تو هر اپش بری و بیای عقب و خب این دکمه هم که میزنی میتونی به قول معروف اسکرول کنی و هر اپی که دوست داری رو پیدا کنی از توش و استفاده کنی. اینو که دوباره بزنی دوباره خودم هم هنوز میگم چیزیز این که میزنی میاره تو صفحه از ایک. حالا من حالا خودم جو سامسونگ دارم، این ساعت گالکسی و اکتیو تو منه و خب این اپل واچ سری اس ایه. من به شخص خودم ساعت خودم بیشتر دوست دارم، حالا نمیدونم، حالا گفتم سریع این وسط یه مقایسه بکنیم. این ساعت منه، خب این ساعت اپل واچه، این حالا یکی این که کلی کاستوم میتونه بکنه، حالا جفتشون هم میتونه بکنه. اندازهاشون رو میبینین که اسکرین این به نظر من یکم بزرگتره. حالا شاید نمیدونم چرا الان توی تصویر داره اینجوری میندازه، ولی توی چیز به نظر من این بزرگتره برای من. و خب این دوتا دکمه داره کنارش، میزنی میتونی وارد این چیزا میشی، اپ های مختلف میشی، حالا میتونی انتخاب کنی که چیو بری چی کار کنی و کلا حالا کارهای مختلف، کلی اپلیکیشن داره. حالا میدونم به قشنگیه، حالا اون نیستش، به قشنگی این نیستش چیزاش، ولی خب حالا بالاخره سرقه است دیگه. هر کی که به قول معروف سامسونگ داره میگه سامسونگ بهتر از اپل، هر کی اپل داره میگه اپل بهتر. ولی کلا گفتم این مقایسه ظاهری هم کنین. حالا اون یکی گلدن هم شاید حالا یه تیک ویدیو ازش گرفتم، ولی خب حالا همینه دیگه، فقط گلد شده. بذارین الان اونم بیارم بزنم در کنارش. خب بچه های خوبی بودین، اینم براتون آوردم ببینید. حالا الان همه ما خاموشن، ولی این میگم حالا اندازه هاشونه، این 44 میلیمتریشه، این 40 میلیمتریشه و اینم که خب استاندارد سامسونگه. و حالا کلا کاستوم میتونی بکنی، مثلا ساعت اینو ما اینجوری کردیم، ساعت اینو این شکلی کردیم و حالا مدل های مختلف. اندازه ها رو میبینید، مثلا این چه برای مامانم بود، مثلا بند کوتاه‌تر انداخه، یادتون باشه دو تا بند داره، مثلا این، ولی چون برای بابامه ببینید بند بلند بزرگتر انداخه. حالا میتونیم کاستوم کنیم به مدل مختلف. برای مثلا مال خودم فقط همین یه دونه چیزو داشت توش، همین یه دونه بندو داشت، ولی خب حالا مثلا چیز تعداد مثلا سوراخاش بیشتره. و کلا این بود از به قول معروف کلا ریویوش. قیمتشو اگه بخوایم بدونین به دلار کانادا قیمت 44 میلیمتریش 389 دلار بود، قسمت دلار کانادا 40 میلیمتریش
379 دلار بود اگه اشتباه نکنم، فکر کنم 10 20 دلار با هم دیگه کلا فرق داشتن توی قیمتاشون. و اینکه ارزش خرید داره و نداره رو من نمیگم، حالا به شخصه به نظر خودم بهتر آدم گلکسی بخره، ولی خب حالا بالاخره کسی که اپل داره مثلا ما موبایل من بهتره که براش مثلا اپل واچ رو بگیرم، ولی مثلا خودم من چون سامسونگ دارم به نظر خودم مثلا بهتره که آدم سامسونگ واچ داشته باشه، چون حالا بالاخره باش کار کردم و میدونم و تقریبا فکر کنم نزدیک یک سالی هستش که من اینو دارم و خیلی هم ازش راضیم. حالا کسی میخواد اینم بخره، آنباکسینگ اینو نمیدونم تو چنل گذاشتم یا نه، حالا نگاه میکنم، ولی حالا شاید یه ویدیو اگه خواستین ریویو اینو بذارم بعد یه سال کار کردم باهاش، حتما تو کامنت برام بنویسین و این چه ویدیو رو لایک کنین که خب بفهمم دوست دارین و براتون بذارم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنین، چنل سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین که ما ویدیو باشیم براتون بیاد. فعلا تا ویدیو بعدی، پیس اوت.